وقتی وارد فرودگاه ونکوور میشید، دو تا کانکشن و یا سالن مجزا براتون وجود داره. یک کانکشن برای پروازهایی که برای آمریکا و بقیه کشورها هست و یک کانکشن برای پروازهایی که برای شهرهای داخلی خود کانادا هست. و یک اگزیت هم وجود داره که در ادامه ویدیو با هم میبینیم. وقتی وارد سالن ترانزیت میشین، چند تا علامت ممکنه به چشمتون بخوره. برای مثال این دوتا علامت که یکیش برای افرادی که داره فرزند زیر 7 سال هستن و یکیش برای افرادی که داره محدودیت های جسمی هستن، که این افراد یه نیازی نیست توی صف بیستن و از یک لاین جدا میتونن برن. این علامت هم برای افرادی که فلایت کروز یا خدمه هواپیما هستن. و در آخر این علامت که برای کسانی هست که قصد سفر به امریکا دارن و باید حتما کارت نکسوس رو داشته باشن. این دستگاه ها تمام فرآیند کنترل پاسپورت و چک ورودی شما به کانادا رو انجام میدن و شما فقط اطلاعاتتون رو وارد این دستگاه ها میکنید و در نهایت یک رسید دریافت میکنید. تمام زبان ها توی این دستگاه ها ست شده و شما میتونید به زبان فارسی اطلاعاتتون رو وارد کنید. مثل تمام کارهای اداری و دولتی کانادا، در بخش اول به شما توضیح میدن که چه اطلاعاتی رو ازتون میخوان و شما تایید میکنید که مایل هستید این اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدید. در این بخش دو حالت وجود داره. یک، برای کسانی که شهروند کانادایی هستن و یا از کشورهای دیگه و با ویزا وارد کانادا شدن که باید از پاسپورتشون استفاده بکنن. دو، برای کسانی که پیار کانادا هستن و هنوز شهروند کانادا نشدن و باید از کارت پیارشون استفاده بکنن. بعد از اسکن کردن، دستگاه تمام اطلاعاتتون رو از روی پاسپورت و یا کارت پیارتون برمیداره و بعد نوبت عکس گرفتنه. همونطور که اینجا نوشته، ماسک، عینک و یا کلاه نباید داشته باشین و باید توی کارت قرار بگیرین و بعد خود دستگاه راهنماییتون میکنه که کجا و چجوری قرار بگیرید. در این بخش باید مشخص بکنید که مبدأ پروازتون از کدوم کشور بوده و کاری به اول سفر نداره. دقیقاً همین پروازی که وارد خاک کانادا شدید رو باید انتخاب کنید. مثلا اگر از آلمان و یا انگلیس وارد کانادا شدید، میزنید مستقیم از کشوری دیگر، و اگر از ایالات متحده رد شدید، ستون آخر رو انتخاب میکنید. و ستون اول هم برای کسانی هستش که سیتیزن امریکا هستن و مستقیما از امریکا وارد کانادا شدند. در این قسمت هم جایی که سیتیزن هستید و آدرسی که توی پروندهتون وارد کردید رو باید بزنید. یعنی اگر از ایران وارد شدید، باید آدرس محل سکونت ایرانتون رو بزنید. این بخش راجع به کالاهایی هستش که داره محدودیت هستن، مثل الکل و تنباکو، که گفته رد کردید یا خیر، که جواب درست خیر هست. این بخش برای کسانی که از ایران وارد کانادا شدن، گزینه‌های اول، دوم و سوم مناسب نیستش، چون حداقل 24 ساعت طول پروازشون هست. گزینه کمتر از 24 ساعت مناسب کسانی هستش که ترانزیت دارن و فقط میخوان رد بشن از کانادا. گزینه آخر، یعنی 7 روز یا بیشتر، مناسب ترین گزینه برای ما ایرانی ها هست. در این بخش موارد غیر مجاز رو نام برده، چون قبلا همه این موارد رو پذیرفتید، بالاش نوشته که همه پاسخ ها منفیه. برای مثال حیوان خانگی، گوشت خام و یا پخته شده، مواد غذایی، مالی به ارزش 10,000 دلار و بقیه موارد. در این بخش باید تایید بکنید که همه اظهاراتتون صحیح بوده. این بخش قبلا توسط آفیسر مهاجرتی انجام می شده. بعد از تایید شما بهتون یک پرینت میده که این پرینت رو باید به آفیسر مهاجرتی نشون بدید. در این بخش آفیسرهای مهاجرتی رو میبینید که خیلی مهربونانه در با هم دیگه صحبت میکنن و اصلا چیز ترسناکی نیستن و فقط کافیه که رسیدتون رو به آفیسرهای مهاجرتی تحویل بدید و بعد یک یا دو تا سوال ازتون میپرسن. اگر هر گونه ابهامی در این زمینه دارید، حتما برامون کامنت بذارید، بهتون پاسخ میدیم. بعد از گذر از اون قسمت، باید چمدون هاتون رو بردارید و به قسمت درب خروج برید.